سلام خدمت همه خانم ها و آقایان و دوستان عزیزی که از هر گوشه دنیا منو میبینین. امروز میخوام راجع به محمد علی افراشته، شاعر طنز پرداز، یک برهه ای از تاریخ روزگارمون صحبت کنم. مردی که به گردن من خیلی حق داره. اگه بیشتر درباره او صحبت میکنم این به خاطر اینه که ادای دینی کرده باشم به اون مرد بزرگ. بعد از ده خدا و نسیم شمال، طنز پردازی که زندگیش و شعرش با مردم جوش خورده باشه مثل افراشته نداریم. روزنامه‌ش هم همینطور بود. یه روزنامه 4 صفحه‌ای داشت که مثل ورق زر می بردن و اسمش چلنگر بود. من از شماره 9 و 10 باش آشنا شدم و اولین شعرهام در چلنگر چاپ شد در سال 1330. افراشته سوژه کارهاش مردم عادی، تو سر خورده، بیکاره ها، دولتی ها، کارمندا و اینها بودن. او هم مثل غالب طنز پردازا کارش رو با توفیق شروع کرد، ولی نه، او قبل از او با مجله امید و دیگر مجلات همکاری داشت، بعد اومد تو توفیق. من کارهای افراشته رو در 3 جلد جمع‌آوری کردم و در جلد اول مقدمه مشروحی داره که تمام خاطراتی که از او داشتم نوشتم، خاطرات خودش رو که به قلم خودش حدس نوشتم، اونجاهایی که میگه مثلا من توفیق رو من فکاهی کردم، یعنی محمد علی افراشته. اونم مثلا در سالهای 1317 بوده که میخواستن یه روزنامه فکاهی داشته باشن و حسین توفیق که صاحب امتیاز و مدیر مسئولش بوده میاد سراغ افراشته. افراشته خودش اینا رو نوشته و در مقدمه که در همون شروع کتاب مجموعه شعرش، خاطراتش هست که خودش چیا گفته. در نتیجه افراشته با همه شعرا آشنا بود و همکار بود در روزنامه توفیق قدیم. این بود که وقتی روزنامه خودش رو در سال اواخر 1329، یعنی در اسفند ماه 1329، چلنگر رو منتشر کرد. داستان انتشار چلنگر هم به این صورت بود که افراشته خودش شک داشت که اسم روزنامه رو چی بذاره. با صادق هدایت در میون میذاره. صادق هدایت پیشنهاد میکنه که چلنگر بذار. افراشته چلنگر رو میذاره، منتشر میشه. البته وقتی روزنامه در اومد دیگه هدایت رفته بود فرانسه بود. افراشته دیگه ساکن فرانسه بود و از اونجا متوجه شد که روزنامه‌اش در اومده. متاسفانه صادق هدایت نبود که ادامه چلنگر رو ببینه. در فروردین ماه سال 1330 در پاریس خودکشی کرد و افراشته در شماره های 3 و 4 هست که مقارن با اول آخر فروردین و اول اردیبهشت هم در مورد ملک و شعرهای بهار عکسشون رو گذاشته و تجلیل کرده از ایشون و هم در مورد صادق هدایت. و من داستانهای زیادی از افراشته دارم که کم کم تعریف میکنم. اولین شعری که میخوام براتون بخونم افراشته شوخیه که با استاد محمد علی خان ناصح کرده. محمد علی خان ناصح اون هم یکی از استادان من بود که خیلی شاگرد تربیت کرد. با وحید دستگردی در مجله ارمغان هم کار بود در دوره پهلوی اول و بعد از پهلوی اول هم او باز مجله ارمغان رو داشت و منتشر می کرد. که در زندگی ایرج شعری که برش
ایرج بره وحید ساخته بود براتون خوندم. ولی همین آقای ناصح خب عقیده داشت که شعر همونه که در سبک و سیاق کار انوری باشه، شعر جدید رو به هیچ وجه نمیپذیرفت، حتی سبک هندی رو. من یادم میاد که ما در جوانی که شاگردش بودیم غزلایی که میساختیم میخوندیم، گوش میکرد، میگفت که این بیتو مرخصش کن، خط میزدیم. گاهی یک بیتی که میخوندیم در ذهنش تصحیح میکرد، میگفت این طور بخون، و واقعا تصحیحش جالب بود. خلاصه با افراشته دوست شده بود، در روزنامه توفیق با هم آشنا بودن. وقتی افراشته روزنامه شدر میاره، حالا چقدر واقعیت داره چقدر افراشته شعر ساخته خدا میدونه. گویا ناصح میره پیش افراشته، رفیق بودن، میگه این چیه در آوردی؟ یعنی سبک و شیوه سادگویی افراشته رو نمیپسندید. خودش شعر طنز میساخت، حجمم میساخت، ولی دوست داشت که شعر همون قصیده باشه به سبک انبری. افراشته حرفشو گوش داده، بهش جواب داده، جوابش خیلی قشنگه. افراشته با مقدمه این شعر رو چاپ کرده، نوشته دیشب آقای ناصح الشعرا که طرفدار مکتب هنر برای هنر هستند به بند اداره تشریف آوردند و بین ما مذاکرات حضوری صورت گرفت، بین ما مذاکرات حضوری به محرمانه رد و بدل شد. چون شما خوانندگان بیگانه نیستید، از شما پنهان نمی کنم. اینک عین نصیحت ناصح الشعرا. افراشته، من معتقدم شعر نسازی، حیف از ادبیات که شد مسخره بازی. یک رشته عراجیف و عباطیل زننده، یک سلسله لاطایل مسموم کننده. می شعری و می چاپی و می خوانی و انگار در نیمه دیماه یخی آمده بازار. گویند گرت شاعر مردم عجبی نیست، در خلق کسی عامل شعر و ادبی نیست. تأسیس روی نایره دانی که نوالا، سطر عربی تانی خانی که نوالا. شعرت همه اوریونز مراعات و نظیر است، نانگویی و افسوس که بی ذکر پنیر است. جایی سخن از راه چرا چاه نباشد، اونجا که گدا هست چرا شاه نباشد. بر نقص سواد تو همین یک کلمه بس، یک مصرع با سین و یک عیسای مثلث. در وزن نگو عین ترازوی سرکدار، میزون نشود جز به پوان ویرگل بسیار. شعری که بود در عظمت کوه دماوند، شعری که بود محبت الهام خداوند، شایسته تعریف گل و فصل بهار است، وقف ابد ساق و سر و سینه یار است. اون هم به همون سبک حبیبردی مرحوم، بی دخل و تصرف به همون مهر و همون موم. ما شاعر شهریم مجرد ز علایق، مرد هنری را چه به آثار خلایق. نون نیست نباشد که سر یار سلامت، بیکاری و فقر است که دلدار سلامت. ما را چه آجان آمده با موجر منزل، ما کشته عشقیم به یک دل نه به صد دل. دنیای دنی را همه گر آب بگیرد، ما اهل دلون را همگی خواب بگیرد. امروز اگر خلق به ما لطف ندارند، فردا به سر مقبرمون گل بگذارند. زیرا که از آنجا که خلایق همه مستند، این مردم نادان همشون مرده پرستند. این مدعیان در طلبش بیخبرانند. الفاتحه مع الصلوات. این شعر افراشته بود، البته حرفهای خودش رو زده، ولی در واقع حرفهایی که ناصح مثلا چیزایی بهش گفته. این به این صورت
شعرش رو تبیل خودش داده. من از ناصح یه روز سوال کردم که استاد شما با محمد علی افراشته آشنا بودین؟ فکری کرد و البته دیگه پیری استاد بود، گفت که اسمش یادم میاد، تو توفیق مثل این که کار میکرد اونم. گفتم آره. گفتم که بعد از اینکه او چلنگر چاپ کرد شما سراغش رفته بودین؟ گفت یادم نمیاد. بعد براش گفتم که یه شعری ساخته که شما باش صحبت کردین، شعر رو براش خوندم، خیلی خندید، گفت قشنگ ساخته ولی یادم نمیاد من چیزی بهش گفته باشم. ولی این داستان او با ناصح بود. شعر دیگه که ازش میخوام براتون بخونم اسمش هست شهزاده استامم کریم، شازده استامم کریم. عکس جوونی رو کشیده بود که تاج سرشه ولی لباسش پاره پور است. میخواد بگه که ما فرزندان کوروش و داریوش به این روز افتادیم. سوژه شعر افراشته را آدمهای محروم، تو سری خورده، نفرین شده و آواره شهر و روستاها تشکیل میدهند. او به شعرهایی که اسیر زرق و برق کلام، آرایش جملات، قافیه و ردیف شعر هستند با دیدی تمسخرآمیز می نگریست. خود نیز هرگز در فکر آرایش کلام خود نبود. درست است که این بیتوجهی به تزیین کلام را شعرای زمانش نمی پسندیدند و بر او خورده می گرفتند، ولی او بیتوجه به گفتار این و آن راه خود را می پیمود. به میدانست در شعرش با چه گروهی و طبقه‌ای سر و کار دارد و چگونه شعری مورد نیاز و خواست خوانندگان اوست. یادم میاد در سالهای 1327-28 جایزه رادیو گذاشته بود برای سراینده بهترین شعر وطنی. افراشتم از راه طنز این قطعه رو ساخته بود، حالا فرستاده بود یا نه، ولی نوشته بود ما هم این قطعه رو ساختیم، اگر جایزه نبرنده شدیم برای ما به دفتر چلنگر بفرستید. شعرش اینه، شازده استامم کریم. ای دهاتی، شهری، ای چادر نشین، ای برادر، ملت ایران زمین، سیر کن جانم، سیاحت کن داداش، توی خط این بزرگونات باش، این وکیلان، این وزیران را بسنج، این نشانداران شیطان را بسنج. خاک ما محصول آور نیست؟ هست. زارع ایران هنرور نیست؟ هست. معدنیات وطن کم هست؟ نیست. بهره‌کارش قطع آدم هست؟ نیست. آزموده کارگر قحط است؟ نه. کارکشته برزگر قحط است؟ نه. میدهیم هر سال از دانشکده نو مهندس های آماده شده. دشت و مرتع، کوه و دره، آبشار، هم زمین موجود هم نیروی کار. پس چرا از بابت یک قرص نان داد مردم میرسد بر آسمان؟ در بلوچستان علف را میخورند، کودکان چون گوسفندان میچرند. مردم مهجور آذربایجان نیمه بی جان و نیمی نیم جان. خاک کرمان، خاک خوزستان تلاست، از برای صاحب ملکش بلاست. نفت ما را انگلیسی میبرد، شرکت نفت پدر سگ میخورد. می تراشد بهر ما خان و وزیر، هم وکیل و هم رئیس و هم امیر. این جماعت را مواجب می دهد، مخفی و دزدانکی شب می دهد. بعد می سازد برای ما حساب، کیست میرزا؟ رشوه‌خوار لاکتاب. اون که بر ما کت خدایی می کند، پیش آمریکا گدایی می کند. جان تفلک لوتیانه مرگ من، از تو می پرسم داداش، استا حسن،
این وکیلان را تو کردی انتخاب؟ از چه میترسی؟ بگو محض ثواب. خیر این ناطق که مثل بلبل است، این وکیلت نیست، مال قنسل است. آلت فعلند این این بدفطرتان، حاتم تایی به خرج میهمان. آلت فعل رو در گیومه گذاشته، اشاره به سید حسن تقی‌زاده است که در مجلس وقتی دوره مصدق او هم بود در مورد امضای قرارداد نفت که او عاقدش بود، چون زمان پهلوی اول او رئیس مالیه بود، رئیس دارایی بود، به او امضا کرده بود، در مجلس ازش سوال کردن، گفت ما همه آلت فعل بودیم، یعنی من امضا نمی کردم دیگرون امضا می کردن. اشاره آلت فعلند این بر فطرتان، اشاره به اونه. آلت فعلند این بد فطرتان، حاتم تایی به خرج میهمان. حمزه آخر حمزه توبره میخورند، در چمنزار سفارت میچرند. رادیو تهران بساط حرف مفت، با حرارت ناطقی این دور گفت. از نژاد و نسل ساسانیم ما، زاده مرحوم خاقانیم ما. از تبار اردشیر و کیقوباد، نسل اصل اردشیر و سندباد. یعنی ای استا حسین برزیگر، یعنی ای کبلا غلام پیشبر، یعنی ای استا علی، استا رضا، یعنی ای آقای استا مرتضا. چون که هستی از نژاد کیقوباد، گشنه هستی باش جیکت در نیاد. لخت او رو گشنه، لخت او رو گشنه است، لخت و گور و لخت و گور و گشنه ای، آسوده باش، زاخ کن، شهزاده هستی آی داداش. این وطن مال تو، تهران تا ونک، پیشکش دک کن ولی بی ناخونک. این وطن مال تو با قدری سماق، تا بمیکی در فراغ یک اتاق. پشت شیشه سیب زنجان را ببین، عطر به مال سپاهان را ببین. کپک آویزون ز یک پا خوشگل است، شیشه پر از مربا خوشگل است. خوردنی ها را تماشا کن فقط، چشم خود با معرفت وا کن فقط. همت عالی طلب از باصره، صنع یزدان را ببین از پنجره. زائقه را کن رها ای هوشیار، سمت سیرابی سوی عبدالخیار. گر توتون دایم نشد گاهی بکش، گاه گاهی هم نشد آهی بکش. الغرض شهزاده اوسامم کریم، تا که این رنگی است ما ولمتلیم. حضرت بالا جناب کارگر، حضرت علیه بانو برزگر، ترس و فقر و جهل بادا آن تو، در زمیمه زنده باد ایران تو. این شعر افراشته اون در مورد وطنیش. خب او هم با دید خودش فقر و محرومیت جامعه رو بررسی کرده. از معروفترین شعرهایی که از افراشته سر زبان افتاد، یکی شعر شغال محکومه. افراشته در این شعر کشاورزی رو به تصویر کشیده که خب باقی درست میکنه، شب شغاله میاد همه این خربوزه ها و اندونه هاش رو میخوره، این تله میذاره، شغاله رو تو تله میندازه. با شغاله وقتی صحبت میکنه میبینه که افراشته هیئت حاکمه رو جای این شغال گرفته که در دام افتاده، دهقان داره باش صحبت میکنه، هر چی میخواسته حرف بزنه با این شغاله صحبت میکنه، دهقان با این شغاله داره صحبت میکنه. ای شغال تن گنده خپله، دیدی افتاد دو متلای تله؟ خوب بد جنس جدن در جد دوزد، کار ناکرده چه میخوایی مزد؟ بی شرافت به کدام استحقاق، میبری خربوزه ها را قاچاق. آخر بی هنر بی همه چیز، که تو را کرده عزیز جالیز؟ نیمه شب بهر چه آیی پابوس،
دزد دزدانه بری مرغ و خروس، بی گذرنامه و بی پروانه، چه زنی هربله دور لانه؟ هربله حاجی ها دور مکه هربله میزنن، یه پا یه پا یه لنگ پا میدون اونو هربله میگن. به شغاله میگه تو اطراف این مرغ دونی چرا هربله میزنی؟ مالکی باج زمین میطلبی، شیخی از بابت دین میطلبی، مرغ بی وقت مگر چیزی خواند که تناول بنماید آخوند. رسم بود اگر مرغ بی وقت صدای خروس رو در می آورد می کشتن می دادن آخوند بخوره. قانونی بود خودشون درست کرده بودن. افراشته از اینا استفاده می کنه. حالا دهقان به شغاله میگه تو میای اطراف مرغ دونی برای چی؟ مرغ بی وقت مگر چیزی خواند که تناول بنماید آخوند. سیدی آمی تا خمس و زکات به تو تقدیم نمایم بدزاد، متولی دهات مایی یا شفایافته آقایی، یا که هستی گل مولا درویش، سر خرمن طلبی حصه خیش، باری از شرع مطهر گذریم، از در عدل مظفر نگریم. چوبدار هستی یا جنگلبان، آدم سبت سجل یا نوغون. ابریشمکارا رو میرفتن ابریشما رو میخریدن و اینا کلا سرشون میذاشتن. بحر اجباری نظام وظیفه، بحر اجباری از رکن و ستاد آمدی یا به هوای مازاد، پست امنیه فرستاده تو را، ببری خدمتشون مرغ مرا، سر دیوار پریده حیوان، سوء پیشینه مگر دارد آن. بخشدار هستی یا فرماندار، شهردار هستی یا استاندار، خط مگر داری از آقای وزیر، یا که دستور شفاهی ز امیر. ملک الموت ملایر مدنی، ملک مدنی از وکلای معروف اون دوره بود که میگفتن انگلیسیه، ملک الموت ملایر مدنی ناخونک گفته به خرمن بزنی. بلا تشبیه رئیس الوزرا توصیه کرده به جالیس تو را، مگر از دفتر مخصوص کسی به تو داده سمت بازرسی؟ از سر شخم زدن تا خرمن شده یک دفعه کنی یاری من؟ هیچ در مدت عمرت یک بار دستت از بیل شده آبله دار؟ هیچ شد یخ کنی از سرمایی؟ هیچ شد غش کنی از گرمایی؟ این همه پیشکشت ای نامرد، شد بگویی نکند دستت درد؟ حال گر توبه وصیت داری، احمدی بار بگو مختاری. احمدی پزشک احمدی بعد از شهریور 20 به اتهام قتل فرخی و دیگرون اعدام شد. مختاری رئیس شربانی بود. اینجا به اسم هر دو اشاره کرده. حال گر توبه وصیت داری، احمدی بار بگو مختاری. پوستت را کنم و کاه کنم، سر جالیز به دارت بزنم. تنلش جایگزین سر خر، عبرت و ناس شغالان دیگر. رقص مطبوع کنی بر سر دار، مثل بعضی وزرای بلغار. سخن برزگر اینجا که رسید، از ته قلب شغال آه کشید. گفت افسوس که بی تدبیری. حالا حرفای شغاله رو گوش بده. گفت افسوس که بی تدبیری، شیر موش هستی و موش شیری. دزد یک خربزه در سر دار، دزد صد قریه جناب سردار. زالوی خون هزاران دهقان، حضرت اشرف و خان و اعیان. داشت دیگر هنر و عقل و کمال، همه بودند به عرف تو شغال. این یکی از کارهای افراشته بود که اون موقع خیلی سر زبان افتاد. چند تا شعر افراشته سر زبان افتاد. یکی برف اغنیا و فقراست.
یکی ارتجاع داخلیه، یکی پالتوی کوچیکشه. یه شعر کوتاهی داره به نام پالتو. این رو در کنگره بزرگ نویسندگان ایران که در سال 1325 تشکیل شد با حضور استادان بزرگ ملک و شعرهای بهار، ده خدا، فروزانفر، نیما، صادق هدایت، احسان طبری، تمام بزرگان زبان فارسی در اون کنگره بزرگ بودن. شاعری نبود که سرش به تنش بیارزه به تو اون جلسه نباشه. نوبت به افراشته رسید، گفته بود که در شهر ما شمال و جنوب داریم، تهران هم جنوب دکتر داره هم شمال دکتر داره. دکتری که در شمال شهر هست ویزیتش 5 تومنه، اون موقع 5 تومن خیلی پول بود. دکتری که در جنوب هست این 5 ریال 5000 ویزیت میگیره. من اون دکتر 5000 جنوب شهرم، یعنی زرق و برق نداره کلامم، من به درد مردم میرسم، اونا هم منو میشناسن. بعد شعر پالتوشو خوند. شعر پالتوی افراشته همینطوری که عرض کردم یه شعر کوتاهیه. ای 14 سال پالتوی من، ای رفت سراستین و دامن، ای آن که به پشت و رو رسیدی، جر خوردی و وصل پینه ایدی، هرچند که رنگ و رو نداری، وارفته ای و اتو نداری، گشته یقت چقاب دستمال، صد رحمت حق به لنگ بقال، پاره پوره چو قلب مجنون، صد تیکه چو بقچه گلینجون، خواهم ز تو از طریق یاری، امساله مرا نگاه داری، این بهمن و دی مرا تو از دست، تا سال دیگر خدا بزرگ است. این شعر افراشته بود. خیلی ها این شعر تو چلنگر چاپ شد، خیلی ها استقبال کردن. من در بررسی تن ضمن چاپ اینها یک شعر از اینایی که استقبال کردن مال رفیقم روانشاد خسرو شاهانی، طنز پرداز بزرگ روزگار ما که 17 سالی از مرگش میگذره، اونم شعری ساخته بود که چاپ شد، براتون میخونم. شاهانی ساخته بود: ای پالتو چاک چاک پاره، ای همسفر ره اداره، ای یار خزان و هم زمستان، ای یار قدیمی دبستان، ای یار عزیز بابفایم، دلسوزتر از خودم برایم، یادار عزیز من تو آنی، دوش پدرم بودی زمانی، خیاط سر گذر جفا کرد، اعضای تو را ز هم جدا کرد، کوچک بنمود بهر چاکر، از بهر منت نمود حاضر، حالا شده ای چو قطعه تور، سوراخ شدی چو غال زنبور، یک دم نشدی ز دست من شاد، بس وصله زدم نموده ای باد، از بس که تو را گرو نهادم، با پول تو مشکلت گشادم، از بس که تو را رفو نمودم، هی شستم و پشت رو نمودم، شرمنده شدم ز پشت رویت، خجلت زدم ز پشم و مویت، قربان بروم به شکل و قدت، سوگند تو را به روح جدت، یک سال دیگر به من صفا کن، یک سال دیگر بیا وفا کن، تا سال دیگر تو را ببخشم، کوچیکت کنم بدم به بچم. اینم مال پالتو افراشته بود و پالتو خسرو شاهانی. باز یه شعر معروف دیگری که از شاهانی سر زبون بود آی گفتیشه. در ادبیات ما هر شاعری ملزم بوده مثل اینکه یه بهاریه بسازه، همه بهاریه دارن، ولی هیچ کی برف رو ندیده. البته چند نفری برف دارن،
که یکی از شعرهای معروف اصفهانه، گویی که لقمه ایست زمین در دهان برف. البته استثناست این یکی هم، ولی افراشته نگاهش چون به نیازمندی ها و درد و رنج و فقر و بیکاری مردمه، برف رو هم از دیدگاه اغنیا تماشا کرده هم از دیدگاه فقرا، که وقتی برف میاد اغنیا زندگیشون چه دگرگونی پیدا میکنه و وقتی میاد فقرا چه وضعی داره. این دو صحنه، دو تابلوی شعر افراشته با هنرنمایی دوست روانشاد ما بیوک احمری که غالب کاریکاتورهای روزنامه چلنگر که یکی از یکی دیگه بهتر بود ساخته شد. و این دو تابلو من هر دو رو در بررسی طنز چاپ کردم و شعر افراشتم که روشه. این شعر افراشته است، البته اولش برف اغنیاست. توی این برف چه خوب از شکار، آی گفتی گردشن در ده ما اون بر غار. آی گفتی ران آهویی و سیخی و کباب و دم و دود، اسکی و ویسکی و آجیل آچار. آی گفتی موتلا دلبر توپل مپل و زاغی و لوس با سیاه چشم و سیاه چرده نگار. آی گفتی بیش از اندازه معمول نباشد لاغر، چاق باشد نکشون اسب مجار. آی گفتی ضرب تهرانی و آواز قمر ساز سبا، رقص شرقی و غزلهای بهار. آی گفتی با تلنگر به لب میز غذا تق تق تق، پنجه های مانیکور گرم به کار. آی گفتی دست قفل کمر و پنجه به هم موقع رقص، سر پا دو به دو و چار به چار. آی گفتی بیسکی و کتلت و کنیاک فراوان خوردن، یله دادن به بر و سینه یار. آی گفتی به به ای بر چه خوبی، چه ملوسی، ماهی زینت محفل ماهی تو ببار. آی گفتی این برف از دیدگاه اغنیا بود، حالا برف از دیدگاه فقرا. توی این برف چه خوب است علو، آی گفتی یک بغل نصف بغل هیزم مو. آی گفتی زیر یک سقف ولو بیدر و پیکر جایی، تا در این برف نباشیم ولو. آی گفتی منقلی تا که در اون کهنه زغالی ریزیم، منقلی تا که در اون خاک زغالی ریزیم، همچو جان تنگ بگیریم جلو. آی گفتی یک دو تا گونی پاره که روی دوش کشیم، نکند برف اثر در من و تو. آی گفتی استکان و غوری و سماور و غند و چایی، با دو سر از چپقی کوک و برو. آی گفتی تخت کفشی که در آن آب سرایت نکند. کسی میفهمه یعنی چی که کفش سوراخ داشته این روزگاری؟ تخت کفشی که در او آب سرایت نکند، رخت گرمی که نگردیم جدو. آی گفتی جدو لغتیه که کمتر کسی امروزه میدونه. الاغ وقتی پالون میذاشتن رو شونه، خیلی ازش کار میکشیدن، شونه هاش زیر پالون سابیده میشد، میگفتن جدو شده. این میگه لباسی که مثل الاغ جدو نشیم، شونه هامون سابیده نشه. تخت کفشی که در آن آب سرایت نکند، رخت گرمی که نگردیم جدو. آی گفتی کار و کسبی که از اون نان و لبوی برسد، ما که سیریم خودت بوی پلو. آی گفتی صد نفر گرسنه و برهنه غارت گشته، سه نفر گرم به یغما و چپو. آی گفتی زحمت و کار زما
راحتی از اون حشرات، کشت از ما و از اون عده درو. آی گفتی مادری زاده مرا مثل تو، ای خفته به ناز میرسد نوبت ما، قرمشو. آی گفتی به چه قولی، چه مهیبی، چه بلایی، ای برف قاتل رنجبرانی تو، برو. آی گفتی. این هم شعر برف اغنیا و فقرا بود. گفتم که یه شعر دیگه میخونیم که چرب بشه برنامه اپراشته. میدونم از یک ساعت نیم ساعت ممکنه گذشته باشه، مسئله نیست. شعر ارتجاع داخلیش هم از کارهای بسیار معروفشه که این رو بازی میکردن دوستان، یعنی یکی در نقش مرد، یکی در نقش زن. و افراشته داستانش اینه که بعد از شهریور 20 برای اولین بار در ایران آزادی وجود داشت. روزنامه ها آزاد بودن، احزاب آزاد بودن. بعد از سکوت و خفقان 20 ساله پهلوی اول، آزادی مردم پیدا کردن و احزاب مختلف تشکیل شد. آقایون شب میرفتن پی یللی تللیشون، وقتی خانم میپرسید کجا بودی، میگفت جلسه داشتی. خانم هم اینطور، اینا هم دیگه آزاد شده بودن، جلساتی داشتن و اینا. آقایون از خانم میپرسید کجا بودی، میگفت ما هم جلسه داشتیم. میرفتن پی کاروبار خودشون. افراشته به جای هر دوی اینها رول، واقعا هنرپیشه بود افراشته، هنرپیشگی هم کرده بود، در یک جا نقش یک زن امول رو بازی میکنه که داره با شوهرش حرف میزنه، در یک جا در نقش یک مرد امول ارتجایی داره اظهار نظر میکنه درباره زن و زندگی و اینا. اول ارتجاع داخلی مال خانومه، فرمایشات خانم بخش اوله که میفرماید مرد شورت ببرد شوهر لش، حزب همش، حوزه همش، جلسه همش، برای مرد حسابی پی پول، نکن اینقدر خودت را مشغول، مکه‌ای شد پسر بقاله، تو برو حزب بزن هیناله، به تو چه کارگرون برهنند، به تو چه رنج برون برهنند، به تو چه برزگران در بدرند، به تو چه مفت خورون غرق زرند، به تو چه رفتن در برزنها، به شماها چه حقوق زنها، هر که حق داشت خودش میگیره یا که در زیر ستم میمیره، سابقا بچه آدم بودی، با زنت مونس و همدم بودی، جمعه ها چشم علی، آب علی، جمع بودیم همه فامیلی، دو سه سالی شده این حزب بپا، شده هم خانه نشین خانه بپا، ساعت ده ده و نیم بیدارم که چه، من شوهر حزبی دارم، زده پاک به سیم آخر، هی بودو این بر اون بر چه خبر، یقت باز و کتت بر سر دوش، لعله گرما رفتی از هوش، مگرت جبه و شال سنجاب وعده کردند، امو خانه خراب، خود به خود حرف زدن، خندیدن، با سر و دست اشاراتیدن، جستن از خواب و نوشتن ناگاه، خوندن شعر و مقاله در راه، فعلگی کردن از اندازه برون، هست اینها همه آثار جنون، هر که خر بود بشو پالانش، هر چه در بود بشو دالانش، مشتی عباس صفت باش بلرم، نه چنان سرد و نه چندان هم گرم، چپ چپ باش عقب گرد بزن، مرد باش و در نامرد بزن، تا شود از تو رضا شاه و گدا، در سیاست شوی مرد خدا. این فرمایشات خانم بود. و اما فرمایشات آقا، لعن بر مخترع خط و سواد، به خصوص اون که به زنها رو داد، باز هم رفته ضعیفه جلسه، پس کی بایست به کارم برسه،
رختم از داغ اتو چین و چروک، این اسفالت خیابون مفلوک، کرواتم همه در هم بر هم، مردم از حسرت یک سوپ کلم. این کت و این یقه این هم زانوست، اثر مرحمت کدبانوست. من که نه اینور و نه اونوریم، وسط الحالم و از این سریم، به دل مور تلنگر نزدم، برق هیچ کرا بر نزدم، بی نظر بی طرف و منفردم، زنده هستم فقط از بحر خودم. مملکت را همه گر آب برد، فد بی را خور و پف خواب برد. زن یک همچومنی آزاده، ساکت و سامت و جا افتاده، حق چه دارد برابر تشکیلات، بکند صرف تمام اوقات. حیف از این عمر عزیز چو طلا، که شود خرج چنین پرت و پلا. زن کجا بحث امور جاری، زن کجا امر سیاست داری؟ زن که گفته از شود چیز نویس، برود مجلس شورا با گیس. زن کجا مجلس دار و شورا، زن کجا مجلس دار و شورا؟ زن کجا جای رئیس الوزرا؟ زن که گفته از شود دندان ساز، کند آرواره مردان را باز. نیستم بنده موافق ابداً، شدم سخت مخالف جدن. ای خوشا دوره مرحوم حجاب، چادر یزدی و نعلین و نقاب. بودم هرگاه وزیر فرهنگ، به هواداری اون کهن دبنگ. اشارش به سدزیا هست. سدزیا بعد از شهر ریبیست اولین کسی بود که گفت باید زنها برن تو چادر و مشروب فروشی ها جمع‌آوری بشه. ای خوشا دوره مرحوم حجاب، چادر یزدی و نعلین و نقاب. بودم هرگاه وزیر فرهنگ، به هواداری آن کهن دبنگ. خوندن درس زنان را از دم، با دو فوری قدغم می کردم. زن شده بعض برای دیزی، شستشو، وصل زنی، آشپزی. میل دارم که بچسبم به گلوش، چنگ چون گربه بگیرم از موش، بزنم مشت درشتش به دهان، باز هم لعن خدا بر شیطان. چه کنم هست در این قلب پگار، توتو منده عشقی به تقار. تق و تق کیست؟ منم باز کنید. آمد، ای وای مبادا که شنید. این هم شعر ارتجاع داخلی و ارتجاع خارجی افراشته. روزتون بخیر، تا هفته بعد. قربان شما.